دعا کنیم قدرت در دست افراد با ایمان باشه، رهبری امت در دست انسانهای پاک باشه. اللهم ول علینا خیارنا، این دعای همیشگی ماست. اللهم ول علینا خیارنا، خدایا بهترین ما را بر ما رهبری بده. ولا تول علینا شرارنا، و پسترین ها را بر ما رهبری مده که حق و انصاف و عدل و وجدان در قاموس فکر آنها وجود نداشته باشه. این دو چیز عامل طغیان میشه. فاما من طغى، اما کسی که طغیان و سرکشی داشت، و آثر الحیات الدنیا، و دنیا را بر آخرت ترجیح داد. دنیا همین قدرته، ماله، هوای نفسه، شهوته، اینها دنیاست. هر که دنیا را بر آخرت خودش ترجیح داد واقعا بدبخت و بیچاره شده است، واقعا بدبخت و بیچاره شده. چرا دعای حضرت رسول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، خداوندا دنیا بزرگترین همت و تلاش ما نباشد. انسان ها خیلی تلاش دارن، هر کس لكل وجهه هو موليها، هر کس داره نقطه نظره، دیدگاهه. انسان موجودی پر تلاشه، توجه کرد، انسان موجودی پر تلاش است، ولی همه تلاش ها در یک کانال نیست، همه تلاش ها در یک جهت نیست. بعضی ها تلاششون برای دنیاست، پول جمع بکنه، ثروت هم باشته بکنه، خانه بسازه، انواع ماشین داشته باشه، این همتشون اینه، قدرت به دست بیاره، شهرت کسب بکنه، این همشونه، شب و روزشون در این فکرن. بعضی نه، همشون آخرته، خدمت به مردم بکنن، علم به مردم بیاموزن، قرآن به بندگان خدا تعلیم بدهن، حفظ قرآن، مردم را به سوی حفظ قرآن دعوت بکنن، به سوی خیر دعوت بکنن، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن، اصلاح جامعه داشته باشن، تشویق و ترغیب به نماز بکنن، مسجدشون را آباد بکنن، کلاس های قرآنشون را آباد بکنن، معنویت جامعه را افزایش بدهند، دلها به هم نزدیک کنن، اختلاف را از بین ببرن، نغمه هاشون، گفته هاشون، سخنانشون در جهت تألیف قلوب باشه، نه تفریق قلوب باشد. این همشون هست، تمام فکرشون، شب که میخوابه فکر میکنه غمش برای چیه؟ برای ضرر کرده؟ مشتری نداشته؟ رقیب پیدا کرده؟ نه. صرف به هم خورده؟ نه. غمش اینه که ما در این شهرمون دو تا خانواده با هم اختلاف دارن، این اختلاف هم به جای باریک میخواد بکشه، فردا خدای نکرده برخورد فیزیکی باشه، خون از بینی یک نفر بریزه، تعصبات جاهلی در اینجا گل بکنه، رشد بکنه، اینها طرفدار اون و اون یک عده طرفدار اون باشن، شهرمون به دو دسته تقسیم بشه، نیروهامون تضعیف بشه، غم این میخوره. چه کار کنیم برای حل این معضل؟ ما یه مشکلی داریم، مساجدمون کمرنگ شده، بی جماعت شده. کجا هستن انسانهایی که هیچ عذری ندارن؟ در کنار مسجدن، ما داریم در کنار مسجد، در جوار مسجد، پنج وقت اذان میشنوند، نفس امام میشنوند، آه امام میشنوند، همین که نفس میکشه بین دو قرائت میشنوند، به مسجد نمیان، غم میخوره، میگه این بدبخت شد، بیچاره شد، حیف بیچاره بدبخت بشه. خدا از ما خواسته به یادش باشیم، به دادش برسیم، به دادش میرسه، کمکش میشه، تابه نصیحتش میکنه، دعوتش میکنه، با زبان خوب، با حکمت، با نیت خیر او را دعوت میکنه به مسجد، نجاتش دادی. چه خدمتی بالاتر از این؟ زنده اش کردی، مرده بود زنده اش کردی. آیا میدونی زنده کردن یک انسان در پیشگاه الله چقدر ارزش داره؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، هر کس یک انسان را زنده بکنه مثل اینی که همه انسان ها را زنده کرده. مگر ما میتونیم روح در بدن انسان بکنیم؟ نه، زنده کردن انسان علم یادش بدیم، قرآن یادش بدیم، به نماز علاقه مندش بکنیم، به روزه گرفتن تشویقش بکنیم، زکات مال خودش نمیده، مال داره، ثروت داره، هستی داره، خدا به او عطا کرده،
شب و روزم در فکر انباشتن و افزودن ماله، زکاتش نمیده، حیفمون میشه، دلمون برای او بسوزه که فردای قیامت این اموالش شعله و آتش جهنم باشه، پیشانیش سوزانده بشود، حساسترین جاهای بدنش با آن گداخته شود. یحما علیها فی نار جهنم، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. این جاهای حساس بدن با اون مال و ثروتش که به اخگر آتش مبدل میشه داغ نهاده میشود، دلمون برای او میسوزه. بهش میگیم نه به خاطر خودمون، به خاطر فقرا، بلکه به خاطر خودش، تا اینکه هم فقیرمون به نوایی به هستی برسه. جوانه، میخواد ازدواج کنه، خونه نداره، میخواد سرپناه داشته باشه، کمرش زیر بار قرض خم شده، میخواهیم کمر راست بکنه، سر بالا بیاره، از شرمندگی نجات بشه، نجات پیدا بکنه، از شرمندگی طلبکارش نجات پیدا بکنه. حق بر ما داره، مسلمانه، همشهریه، آشناست، ارحام ماست، همه اهالی ده با هم ارحام خویشاوندن. نباید بیغم و بیتفاوت باشیم چون من گلیم خودم از آب کشیدم تمام شد. نه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق هم هست. اگر به کمال خود می اندیشی، به کمال دیگری هم باید بیندیشی. تواصوا بالحق این معنا داره. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. جهنم جایگاه اونهاست، کسانی که به آخرتشون فکر نمی کنن، به آخرتشون نمی اندیشن، تمام همشون دنیاست. یک حدیث می خوانم و بحثم را خاتمه می دهم. در ذهنم بود موضوع دیگری اینجا باز کنم و شروع کنم، اما با توجه به این که گفتن وقت کمه برای صحبت و پاسخ سوالها سوال و جواب هست، من به یک موضوع دیگری من باب مقدمه اون سوال و جواب ها عرض کردم. در حدیث صحیحی که باید آویزه گوش همه من و شما باشد، هم موجب تقویت ایمان ما باشه، هم یقین ما بالا ببرد، هم اطمینان به ما بده. مهم اینه که ما اطمینان داشته باشیم به وعده های خدا و رسول خدا. حضرت فرمود من کانت الدنیا همه، کسی که تمام همش دنیا باشد. گفتیم پیامبر دعا کرد که لا اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا این دنیا بزرگترین همت ما نباشد، بزرگترین همتمون برای چیز دیگر باشه، برای چیز با ارزش، برای چیز ماندگار، نه منقطع، پایان نیافتنی، آخرت. بلا مبلغ علمنا، نهایت و منتهای علم ما دنیا نباشه، که من دنبال علمم برای فقط تجارت، فقط صنعت، استعداد خدا دادی را فقط و فقط در این راه به کار بگیرم. نه، بخشی از علم من، نه اینکه علم به امور دنیا ناپسنده، پیامبر نگفت علم به امور دنیا ناپسند نیست، اشکال نداره فن تجارت انسان یاد بگیره، از فنون مهنه و حرفه انسان آشنایی داشته باشه، اینم عبادته، مشکل مردم حل میکنه، گریه از کار مردم باز میگشاید، اینا عبادته، توجه کردید؟ و لا غایت رغبتنا، و منتهای رغبت ما هم دنیا نباشد. رغبت به دنیا اشکال نداره، و نه اینکه همه رغبت به دنیا باشد، در حد کفاف و عفاف، کفاف و عفاف، روی پای خود انسان بیسته، و اگر زیاد شد نیت بکنه خیر بکنه، در راه خدا، در راه نشر دین، انفاق فی سبیل الله داشته باشد. حالا حضرت فرمود من کانت دنیا همه، هر کس دنیای بی ارزش تمام همتش دنیا باشد، تمام فکر و ذکرش دنیا باشد. فرق الله علیه شمله، خداوند متعال امورش را نابسامان میکنه، نابسامان، میخواد اینجا درست بکنه اونجا کجه، میخواد اونجا بره جای دیگر که مهمتر بوده فراموش کرده، هر کاری میکنه میبینه که یک جای کج شده، یک جای کجه، نمیفهمه از کجا میخوره، نمیفهمه، چون ایمانش ضعیفه، باورش ضعیفه. و الا پیامبر به او گفته
تو که تمام همت و دنیاست، امورت نابسامانه، مطمئن باش سر و سامان پیدا نمی کنه. فرق الله علی شمله و جعل الله فقره بین عینه، و خداوند متعال فقرش رو جلو چشمش قرار می دهد، جلو چشمش. نه خیر، نه احسان، نه زکات فرض، نه ارحام، نه همسایه، نه دلش می سوزه برای فقیر و مسکین و گرسنه، ابدا ابدا. در هر جامعه ای داریم، در هر جامعه ای داریم انسان های بی عاطفه، بی احساس نسبت به کار خیر، هیچ نقشی، قنمی، مشارکتی، همراهی ندارن، چون میترسه از فقر، فکر میکنه 10 تومن داد فقیر شد. ولم تأتیه من الدنیا الا ما قدر له، و هر قدر هم تلاش بکنه، زحمت بکشه، شب و روز نفهمه، از دنیا به دست نمیاره مگر آنچه مقدر شده. بی خود تلاش کرده، زحمت کشیده، به جایی نمیرسه، همون که خدا مقدر کرده به دستش میرسن. ولی و من کانت الاخرت همه، برعکس اگر آخرت مورد نظرش باشد، تمام همش کار میکنه، کاسبی میکنه، تجارت پیشگی داره، کسب داره، صنعت داره، کارگری داره، ماهیگیری داره، اما به آخرت خودش خیلی فکر، نمازش فوت نشه، نماز جماعت از او ضایع نشه، اورادش فراموش نشه، تلاوت قرآنش فراموش نشه، کار میکنه، به اینها توجه میکنه، اینها مهمتره، اینها اصله، اون فرعه، اون باید در خدمت دین باشه، نه دین در خدمت دنیا باشه. اشتباه نکنیم، از دین به خاطر دنیا هزینه نکن، از دنیا به خاطر دین هزینه بکن. کسی که دنیا تمام همش باشد، جمع الله له شمله، خداوند امورش را سامان میده، سامان میده، کمکش از افراد میرسه، خانواده با او همراهی میکنه، همکار اداریش با او همراهی میکنه، امورش خیلی راحت سر و سامان میگیره، مرتب میشه امورش. و جعل الله غناه فی قلبه، و خداوند غنا و توانگری در دل او قرار میده. غنیست، مال و ثروت چنانی نداره، مگر اونهایی که کار خیر میکنن، اونهایی که کمک به کارهای خیر میکنن، به نظر شما اون میلیاردرها هستن؟ نه، بیشترشون کارمند عادی هستن، ولی قلبا غنی هن، زکاتشون به موقع میدهن، ارحام خودشون را مورد تفقد قرار میدهن، اگر جایی لازم باشه فرش مسجد کمک میکنه، روشنایی مسجد کمک میکنه، دستشویی مسجد عیب داشته باشه کمک میکنه، ساخت مسجد کمک میکنه، در حد همتش ما خیلی سراغ داریم. افرادی که از درآمدشون یک مبلغ کمی ممکنه پسنداز میشه، همون مبلغ کم پسنداز میگه جمع میکنم یه مسجد برام درست میکنید. در یکی از خود بستک به من راجع به مسئله قربانی ها که جمع آوری میکردن یک گزارش بسیار خوبی دادن. گفتن ما داریم زنهای سالمند بیوزن که از همین خیاطی و شیر و ماست و دوغ زندگی خودش میچرخونه، ثروتش از دنیا فقط همینه، اینقدر به فکر آخرت خودش هست، از اول سال گوسفند را تربیت میکنه برای قربانی، مال خودش، میگه یک بار قربانی میگذارم. این همت والاست. خیلی هستن ثروت کلان دارن قربانی نمیکنن، صدقه نمیکنن، احسان نمیکنن. غنا، این غنا در قلب باید باشه. اگر انسان قلبا احساس غنا بکنه، همینه به اینجا میرسه. دنیا به این نمیگویند، به این که انسان وقتی قصد نیت خیر و صدقه داره دنیا نیست، این آخرت چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، این دنیاست، نه زر و نه سیم و نه فرزند و زن، طلا و نقره و فرزند زن، اگر از خدا انسان غافل نشه اینا دنیا بهش نمیگن. ولم تأتته الدنیا و هی راغمه، و دنیا در برابر او سجود میکنه. تو به آخرت بیندیش، تو به آخرتت فکر بکن، خدا دنیای تو را مرتب میکنه، غصه نخور، باور بکن، خدا دنیایت را مرتب میکنه. اگر تا حالا باور نداشتیم، شک داشتیم، از امروز شروع کنیم
به آخرتمون فکر کنیم، بیاندیشیم، ببینیم دنیامون چگونه خواهد بود. امیدوارم خداوند متعال این ایمان صادق و یقین کامل را به ما عطا کند تا به وعده های الهی اطمینان حاصل کنیم و برای آخرتمون توشه لازم از بر و تقوا و درستکاری در نظر بگیریم و نسبت به همدیگر خیرخواه و دلسوز و مهربان باشیم.